با سلام سنت عربی هستم. میپردازیم به دومین درس آموزش زبان آلمانی. حتما کانال یوتیوب رو سابسکرایب بکنید و هر سوالی که از مباحث تدریس شده دارید در کامنت ها برای من بنویسید. من حتما به شما پاسخ خواهم داد. Personal pronomen und Verben. Personal pronomen یعنی ضمیر فاعلی und Verben و افعال. در اینجا میپردازیم به افعال sein به معنی بودن، sein و haben. Haben به معنی داشتن. Personal pronomen و ضمایر فاعلی اینها هستند. Ich یعنی من، du یعنی تو، er یعنی او مذکر یا او ماسکولین، ماسکولین یعنی مذکر، sie او مؤنث، sie، wir یعنی ما، یا یعنی شماها، زی باعث کوچیک یعنی آنها و همچنین زی باعث بزرگ یعنی شمای محترمانه. سوال: الان ما در این جدول سه تا زی داشتیم، او مؤنث، آنها، شمای محترمانه. وقتی که فعل ما برای این ضمایر صرف میشه در جمله متوجه میشیم که این زی منظور کدوم هستش. برای مثال فعل زاین به معنی بودن صرف میکنیم میشه ایش بین من هستم، دو بیست تو هستی، اودر زی ایست او هست، ویازیند ما هستیم، ایازاید شماها هستید، زیزیند آنها هستند، اودر زیزیند شما هستید. همیشه صرف تمامی افعال برای آخرین ضمیر فاعلی ما یعنی زی اون زی به معنی آنها و شما محترمان شبیه به هم هستش و اگه در جمله زی کوچیک نوشته شده بود باعث کوچیک یعنی آنها، اگه بزرگ بود اس اولش یعنی شما محترمانه، برای همین زیزیند میشه آنها هستند یا شما هستید. فعل هابن به معنی داشتن، هابن، ایش هابه من دارم، دو هست تو داری، ارزی هت او دارد، ویا هابن ما داریم، ایا هابت شماها دارید، زی هابن آنها دارند یا شما دارید. نکته مهم برای صرف افعال، برای ویا به معنی ما و زی به معنی شما یا آنها صرف فعل ما شبیه به مصدر هستش. یعنی چی؟ یعنی اینکه در اینجا مصدر ما هابن هست به معنی داشتن. وقتی صرفش میکنیم برای ویا میشه ویا هابن ما داریم، برای زی هم میشه زی هابن شما دارید یا آنها دارند. این برای افعال باقاعده هستش، افعال بیقاعده اینطور نیستند، مثل فعل زاین که اینطور نیستش. Beispiel 1, مثال 1, Personal Pronomen plus sein. ضمایر فاعلی با فعل sein. Ich bin dein Freund. من دوست تو هستم. من هستم. Dein Freund. دوست تو. Dein یعنی مال تو. در فیلم تدریس ضمایر ملکی کاملی مبحث تدریس خواهد شد. فعلا بدونید که dein یعنی مال تو. Wir sind ما هستیم، gute Freunde دوستان خوب، یا ما دوستان خوبی هستیم. در اینجا wir personal pronomen یا ضمیر فاعلی ما هستش. Du bist sehr klug تو خیلی باهوش هستی. Du bist تو هستی، sehr klug خیلی باهوش، klug یعنی باهوش، sehr یعنی خیلی، sehr klug یعنی خیلی باهوش. در این سه مثال ایش، ویا و دو ضمیر فاعلی بودند. ایا زاید شماها هستید آل کلوگ، همگی باهوش، یا شماها همه باهوش هستید. ایا زاید یعنی شماها هستید. ایرس او هست، ماین فروند دوست من، یا اون دوست من هست. یعنی او مذکر یا ماسکولین. زی زیند ماین فرانده،
Sie sind meine Freunde. آنها دوستان من هستند. Sie sind, آنها هستند. Meine Freunde, دوستان من. اما ممکنه بگید که وقتی که زی باعث بزرگ نوشته میشه یعنی شما محترمان، اما اینجا آنها نوشته. بله، اما وقتی که اول جمله قرار میگیره باعث بزرگ نوشته میشه. Sie sind meine Freunde. آنها دوستان من هستند. Sie ist Lehrerin. او معلم هست. Sie ist Lehrerin. Sie ist, او هست. Lehrerin, معلم. Der Lehrer, یعنی معلمی که آقا هستش. Lehrerin, که آرتیکلش هم دی هست. یعنی معلمی که خانوم هست. Lehrerin. Sie sind gute Lehrerinnen. آنها معلمین خوبی هستند. Sie sind, آنها هستند. Gute Lehrerinnen. معلمین خوب. یا آنها معلمین خوبی هستند. Es ist ein gutes Kind. او بچه خوبی هست. یا اون یک بچه خوب هست. Es ist ein gutes Kind. Es ist, چون که آرتیکل کیند یا بچه داس هستش، با es ist جمله رو بیان میکنیم. Es ist ein gutes Kind. Personal pronomen plus haben. ضمیر فاعلی با فعل haben به معنی داشتن. Ich habe ein Buch. Ich habe, من دارم, ein Buch, یک کتاب. من یک کتاب دارم. Wir haben viele Bücher. ما کلی کتاب داریم. یا ما کتاب های زیادی داریم. Wir haben, ما داریم, viele Bücher, کلی کتاب. Du hast, تو داری, ein Fahrrad, یک دوچرخه. یا تو یک دوچرخه داری. Ihr habt kein Auto. شما ها ماشین ندارید. کین منفی کرده. یا هفت کین آوتو. اخت این بریله. اخت او دارد. او مذکر. این بریله. یک عینک. یا او یک عینک دارد. زی هبن کین بریلن. زی هبن کین بریلن. آنها عینک ندارند. بریلن جمع هست. دست نومن. دی پرونومن. Das Nomen یعنی اسم، دی پرونومن یعنی ضمایر. Der Mann ist aktiv. این مرد اکتیو هست، فعال هست. Der Mann ist aktiv. با ضمیر میتونیم بگیم er ist aktiv. Er ist aktiv. اون اکتیو هست، اون فعال هست. Die Frau ist nett. Die Frau خانوم یا این خانوم ist nett. مهربان هست. با ضمیر باید بگیم sie ist nett. Sie ist nett. اون مهربان هست. با فعل sein به معنی بودن این جمله ها رو مطرح میکنیم. Sie ist nett. Das Buch ist neu. Das Buch, کتاب, ist neu. جدید هست. یا این کتاب جدید هست. با ضمیر باید بگیم es ist neu. Es ist neu. اون جدید هست. چون که آرتیکل بوخ داس هستش با es ist بیان میکنیم. Die Kinder sind klug. Die Kinder, بچه ها, sind klug, باهوش هستند. با ضمیر باید بگیم sie sind, آنها هستند, klug, باهوش. در واقع در مثال اول به جای der Mann گفتیم er به معنی او، او مذکر. در مثال دو به جای die Frau گفتیم sie به معنی او مؤنث. در مثال سوم به جای das Buch گفتیم es به معنی اون که ضمیری هست برای آرتیکل های das. و در مثال آخر به جای دیکیندا به معنی بچه ها گفتیم زی به معنی آنها. حالت های گرامری. ما در زبان آلمانی 4 حالت گرامر داریم. نومیناتیو، آکوزاتیو، داتیو، گنیتیو که در این درس 3 تا از اونها تدریس میشه. البته نکته رو دوستان بهتون بگم که در این درس فقط ما یک اشاره خواهیم داشت به این حالت ها و در درس های مخصوص به هر کدوم کامل توضیح داده خواهد شد همراه با مثال های بیشتر. در حالت های گرامری مختلف حروف تعریف معین و نامعین و همچنین کاین تغییر می کنند. یعنی در، داستی که آرتیکل معین هستند، این که آرتیکل نامعین هستش و همچنین کاین که منفی می کنه. در حالت نومیناتیو آرتیکل ها به این صورت هستند. ماسکولین، نویتروم، فمینین. ماسکولین، مذکر، نویتروم، خونسا، فمینین، مؤنث. نومیناتیو در، این.
Bestimmte Artikel برای ماسکولین در هستش و اون bestimmte Artikel یا Artikel نامعین ein هستش. Neutrum, خونسا, das, das, ein, ein. Artikel معین das هستش. Artikel نامعین ein هستش. Feminin یا مؤنث die, die, eine, eine. Artikel معین دی هستش، artikel نامعین اینه. برای کین هم میشه دی کینه، دی کینه. نومیناتیو در درس قبل هم بهش اشاره شد و در این درس ما جدول کامل رو خواهیم داشت. اما در آکوزاتیو فقط ماسکولین تغییر میکنه، بقیه هیچ تغییری نمیکنند. ماسکولین در تبدیل میشه به دن، ein تبدیل میشه به einen, einen. پس در آکوزاتیو فقط ماسکولین یا مذکر تغییر میکنه, den, einen. اما در داتیو همه تغییر میکنند. ماسکولین dem, dem, einem, einem. آرتیکل معین میشه dem, آرتیکل نامعین میشه einem. نویتروم یا خونسا dem, einem, dem, einem. فمینین یا مؤنث میشه در، در، اینا، اینا یا اینر. در میشه آرتیکل معین، اینر یا اینا میشه آرتیکل نامعین یا اون بشیم تا آرتیکل. اما آکوزاتیو اصلا چی هست؟ من چند تا مثال میزنم براتون. من پدرم را دیدم. چه کسی را دیدم؟ پدرم را. پدرم را میشه آکوزاتیو. من دوستم را دیدم. چه کسی را؟ دوستم را. دوستم را میشه آکوزاتیو. من تو را میشناسم. چه کسی را؟ تو را. تو را میشه آکوزاتیو. من ماشین خریدم. چه چیزی را خریدم؟ ماشین را. ماشین را میشه آکوزاتیو. دوستان توجه بکنید که با آکوزاتیو مفعول بیواسطه هم میگن. و نکته مهم، وقتی که ما آکوزاتیو داریم باید در جملمون آرتیکل ها طبق جدول که در صفحه قبل داشتیم آرتیکل ها تغییر بکنند و در آکوزاتیو تنها تغییری که ما داشتیم در تبدیل میشد به دن و این تبدیل میشد به اینن که در جدول صفحه قبل بهش اشاره شد. برای مثال zum Beispiel Ich verstehe den Text. Ich verstehe den Text. اون متن را میفهمد. فرشتت از مصدر فرشتن هست به معنی فهمیدن یا متوجه شدن. فرشتت او میفهمد دن تکس متن را. پس تکس یا متن آکوزاتیو هستش و آرتیکلش هم در هستش. در تکس متن. و چون که آکوزاتیو هستش در آکوزاتیو در تبدیل میشه به دن. بنابراین باید بگیم فرشتت دن تکس. Ich sehe das Haus. Ich sehe, من میبینم das Haus, این خونه رو. یا من خونه رو میبینم. چه چیزی را؟ خونه رو. پس خونه میشه آکوزاتیو. و چون که آرتیکلش das هستش تغییری نمیکنه. برای چی؟ برای اینکه در آکوزاتیو فقط der تغییر میکنه که تبدیل میشه به den. Das و die تغییری نمیکنند. Sie fragen einen Arzt. Sie fragen, آنها میپرسند یا سوال میپرسند einen Arzt, از یک پزشک. Einen Arzt, یک پزشک, آکوزاتیو هستش و در آکوزاتیو ein تبدیل میشه به einen, آرتیکل نامعین برای ماسکولین یا مذکر. به همین دلیل اینجا باید بگیم Sie fragen einen Arzt. Er hat eine Kamera. Er hat, او دارد eine Kamera, یک دوربین. او چه چیزی را دارد؟ یک دوربین را. پس یک دوربین را میشه آکوزاتیو. و چون که آرتیکل کامرا دی هستش، مؤنث هستش، میگیم اینه کامرا، یک دوربین. و چون که آرتیکل کامرا یا دوربین دی هستش، مؤنث هست، میگیم اینه. زی کنت میش نیش، اون منو نمیشناسه. میش ضمیر آکوزاتیوی هستش به معنی من را. زی کنت میش نیش، اون من را نمیشناسد. چه کسی را؟ من را. پس من را یا میش میشه آکوزاتیو و ضمیر آکوزاتیوی در درس مخصوص با آکوزاتیو تدریس خواهد شد. Wer versteht den Satz?
wer versteht, چه کسی متوجه میشه den Satz این جمله رو یا چه کسی این جمله رو میفهمد چه چیزی را جمله را آرتیکل Satz یا جمله der هستش و ما میبینیم که در آکوزاتیو der تبدیل میشه به den بنابراین باید بگیم den Satz یعنی این جمله رو آرتیکلش تغییر میکنه den Satz حالت بعدی داتیو هستش مثال میزنم من به تو کمک میکنم به چه کسی به تو به تو میشه داتیو من به او کمک میکنم به چه کسی به او میشه داتیو برای اینکه بفهمیم یک جمله داتیو هست نه باید بپرسیم به چه کسی به چه چیزی از چه کسی از چه چیزی zum Beispiel برای مثال rauchen schadet der Gesundheit rauchen سیگار کشیدن schadet der Gesundheit به سلامتی آسیب میزند به چه چیزی؟ به سلامتی. سلامتی میشه Gesundheit. سلامتی. آرتیکل Gesundheit دی هستش. دی Gesundheit. اما چون که اینجا داتیو هستش، در داتیو دی مؤنث یا دی فمینین تغییر میکنه به در. میشه در Gesundheit. چون که اینجا داتیو هستش. جدول آرتیکل ها در حالت داتیو در اول این فیلم نمایش داده شد. Geantwortet der Lehrerin auf Friedrich. Geantwortet او پاسخ میده der Lehrerin به معلم oft معمولا richtig درست. یا اون معمولا به معلم درست پاسخ میده. به چه کسی؟ به معلم. به معلم میشه داتیو به ما در این جمله. Lehrerin این معلم خانم آرتیکلش دی هستش و در داتیو دی تبدیل میشه به در. بنابراین میگیم der Lehrerin. Sie helfen dem Lehrer immer. Sie helfen, آنها کمک میکنن dem Lehrer به معلم immer همیشه. یا آنها همیشه به معلم کمک میکنند. به چه کسی؟ به معلم. به معلم اینجا میشه داتیو ما. آرتیکل Lehrer یعنی معلمی که آقا هستش. آرتیکلش der هست یا ماسکولین هستش، مذکر هستش و در داتیو der تبدیل میشه به dem. به همین دلیل اینجا میگیم زی هلفن دم لیغا ایما. کومت میت اینم فروند. کومت اون میاد میت یعنی با. حرف اضافه میت به معنی با هر وقت ما داشتیم بعدش همیشه داتیو میاد. میت اینم فروند با یک دوست. آرتیکل فروند در هستش. اون به شمت آرتیکل یا آرتیکل نامعلنش میشه اینه. اما در داتیو این تبدیل میشه به اینم به همین دلیل اینجا میگه میت اینم فروند با یک دوست دی بوشا گهورن دم کیندرن این کتاب ها متعلق هستن به این بچه ها به چه کسی به این بچه ها دم کیندرن آرتیکلشون برای داتیو تغییر میکنه دم کیندرن آرتیکل جمع دی هستش که در اینجا شده دم کیندرن در جمله میشه ما هم داتیو داشته باشیم و هم آکوزاتیو. zum Beispiel beginnt dem Chef einen Plan. اون برای رئیس یک نقشه میآورد. چه چیزی را میآورد؟ یک نقشه را. einen Plan میشه یک نقشه را که میشه آکوزاتیو. bringt dem Chef برای رئیس dem Chef میشه داتیو. پس اینجا ما هم داتیو داشتیم و هم آکوزاتیو. Sie schenken der Mutter eine Goldkette. آنها به مادر یک زنجیر طلا هدیه میدهند. Sie schenken der Mutter. Der Mutter داتیو هستش. آرتیکل Mutter دی هستش که در داتیو دی تبدیل میشه به در. به همین دلیل اونجا گفته der Mutter eine Goldkette. یک زنجیر طلا. چه چیزی را؟ یک زنجیر طلا. Eine Goldkette میشه آکوزاتیو ما. پس در این جمله ما هم داتیو داشتیم و هم آکوزاتیو. اما این قسمت فقط برای آشنایی اولیه بود و در درس مخصوص به خودش کامل تدریس خواهد شد. پرپوزیسیونن میت آکوزاتیو. پرپوزیسیونن حروف اضافه میت آکوزاتیو با آکوزاتیو. در اینجا با تعدادی از حروف اضافه که در زبان آلمانی وجود داره آشنا میشیم که بعد از اون ما همیشه آکوزاتیو خواهیم داشت. دورش فوا اونه. دورش یعنی از میانه یا از بینه. zum Beispiel geht durch den Park. geht durch den Park. او از میان پارک می رود یا از بین پارک می رود.
vor, یعنی برای. Sie hat etwas vor dich. Sie hat oder hat etwas چیزی vor dich, برای تو. Dich زمیر اکسیتیوی هستش. چون که vor اومده، بعد از vor ما همیشه اکسیتیو خواهیم داشت. و بعد از vor dich قرار گرفته. به معنی تو را. Ohne یعنی بدونه. Wir fahren nicht ohne dich. ما بدون تو نمیریم. ما نمیریم. ohne dich. بدون تو. در این قسمت با سه تا از حروف اضافه آشنا شدیم که بعد از اینها همیشه ما اکوزاتیو خواهیم داشت. Durch, vor, ohne. Durch از میانه. Vor برای. ohne بدونه. Präpositionen mit Dativ. حروف اضافه با داتیو. Aus, یعنی از. Zum Beispiel, kommt aus dem Urlaub. Kommt und میاد aus dem Urlaub. از تعطیلات. Artikel Urlaub der هستش. و چون که اینجا aus اومده، بعد از aus ما داتیو خواهیم داشت و در داتیو der تبدیل میشه به dem. به همین دلیل اینجا میگیم aus dem Urlaub. از تعطیلات. By یعنی نزده. Zum Beispiel, sie arbeiten bei einer Firma. Sie arbeiten, آنها کار میکنن, bei, نزده, einer Firma, یک شرکت. فیغما, آرتکلش دی هستش یا مؤنث هستش. اما اینجا داتیو هستش برای چی؟ برای اینکه بای اومده. و بعد از بای ما همیشه داتیو خواهیم داشت. و در داتیو دی تبدیل میشه به در و اینه تبدیل میشه به اینا یا اینر. به همین دلیل اینجا میگیم اینا فیغما, یک شرکت. سو یعنی به. برای مثال Sie fahren zu dem Bahnhof. اونها میرن Sie fahren zu dem Bahnhof. به Bahnhof یا به ایستگاه قطار. Zu dem مخفف میشه به سوم. میتونیم بگیم Sie fahren zum Bahnhof oder Sie fahren zu dem Bahnhof. پس zu dem میتونیم مخفف بکنیم به سوم. Nach یعنی بعد از. Wer kommt nach dem Unterricht zu mir? Wer kommt, چه کسی میاد nach dem Unterricht, بعد از درس, zu mir, نزد من. پس nach یعنی بعد از. Nach dem Unterricht, بعد از درس. Mit یعنی با. Fährt mit dem Lehrer in die Klasse. Fährt او میره mit dem Lehrer, با معلم, in die Klasse, به کلاس. آرتیکل لیغا در هستش. اما اینجا داتیف هست. برای چی؟ برای اینکه ما میت آوردیم و بعد از میت ما همیشه داتیف خواهیم داشت. افرت میت دم لیغا و در داتیف در تبدیل میشه به دم. به هم دلیل اینجا میگیم میت دم لیغا این دن کلاسه. فون یعنی از. اکومت گراده فون در پست. اکومت او میاد او مذکر اقه. گراده الان فون در پست از اداره پست. آرتیکل پست دی هستش. دی پست. اما وقتی ما فون میاریم میشه داتیو و در داتیو دی تبدیل میشه به در. بنابراین باید بگیم فون در پست. پرپوزیشنن میت اکوزاتیو اون داتیو. بعضی از حروف اضافه بعدشون هم میشه داتیو بیاد و هم اکوزاتیو. اما اگه جمله ما حرکتی باشه اون جمله میشه اکوزاتیوی، اگه حرکتی نباشه میشه داتیوه. برای مثال این یعنی در یا داخله و بعدش هم میشه داتیو بیاد و هم اکوزاتیوه. مثال برای اکوزاتیوه اف گت این دی شوله او به مدرسه میره. جمله ما حرکتی هستش بنابراین میشه اکوزاتیوی. اما اگس این در شوله او در مدرسه هست که ما در این جمله حرکت نداریم. اون در مدرسه هستش. پس این میشه داتیو. و در داتیو دی تبدیل میشه به در. بنابراین باید بگیم این در شوله. آن یعنی کنار. Wir gehen an das Fenster. ما به کنار پنجره میریم. فنسا یعنی پنجره.
در این جمله ما حرکت داریم و فاقن ما میریم از این اکسوتیوی هستش و نکته بعدی آن داس مخفف میشه به آنس یا فاقن آنس فنستا ما میریم کنار پنجره وشتن آن دم فنستا وشتن آن دم فنستا ما در کنار پنجره ایستادیم پس این حرکت نداره میگه ما ایستادیم پس میشه داتیوی و در داتیو داس تبدیل میشه به دم بنابراین باید بگیم آن دم فنستا و نکته بعدی آن دم مخفف میشه به آم میتونیم بگیم ویشتن آم فنستا آف زی وارتت آف دیش او منتظر تو هست زی وارتت آف دیش داتیو داس بوخ ایس آف دم تیش داس بوخ ایس آف دم تیش کتاب روی میز هست آف یعنی روی کتاب روی میز هست حرکت نداریم در اون بنابراین میشه داتیوی و در داتیو در تبدیل میشه به دم به همین دلیل باید بگیم آف دم تیش اوبا 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 وقتی با اشپخشن میگن این درباره اشپخشن اوبا یعنی صحبت کردن درباره برای مثال اشپخشن اوبا دیش اشپخشن اوبا دیش اونها درباره با تو صحبت میکنن زیشبرشن آنها صحبت میکنن او بدیش درباره با تو داتیو دی لامپ هنگت او بادم تیش لامپ بالای میز آویزون هست او بادم تیش یعنی بالای میز خب این جمله هم توش حرکت ما نداریم پس میشه داتیوی او بادم تیش آرتیکل تیش در هستش و در داتیو در تبدیل میشه به دم و اوبا هم در اینجا داتیو ساز هستش بنابراین باید بگیم اوبا دمتیش بالای میز ورب کنجوگاسیون پرزنس صرف فعل در زمان حال اولین کاری که میکنیم اینه که از مصدر فعل اصلیمون اندون یا پسوند این رو حذف میکنیم و بعد باقی مونده کلمه رو تو این قسمت مینویسیم برای تمامی ضمیرها و بعد برای ایش برای من اندونگ ای برای دو به معنی تو اندونگ استی برای اغزیس به معنی او اندونگ تی برای ویا به معنی ما اندونگ ای ام برای ایا به معنی شماها اندونگ تی برای زی به معنی آنها شما محترمان اندونگ ای ان اضافه میکنیم برای مثال فعل کومن به معنی اومدن ای ان رو حذف میکنیم کوم باقی میمونه کم رو برای همه می نویسیم. برای ایش کمه اندونگ ای برای دو کمست اندونگ استی برای اغزیس اندونگ تی می زاریم می شه کمت برای ویا اندونگ ای ان می شه کمن ویا کمن برای ایا به معنی شماها کمت اندونگ ای برای زی هم ای ان می زاریم حالا نکته مهم مصدر اصلی ما کومن هستش و برای صرف فعل برای ویا و برای زی کومن هست تغییری نمیکنه. به معنی اومدن هستش ایش کومه من میام دو کومست تو میای اغزیس کومت او میاد ویا کومن ما میایم یا کومت شماها میاید زی کومن آنها میان اگه اس بزرگ باشه زی کومن شما میاید شما محترمانه فراگن یعنی پرسیدن یا سوال پرسیدن این رو حذف میکنیم فراگ باقی میمونه فراگ رو برای همه مینویسیم و بعد اون اندونگ های پسوند ها بهش اضافه میکنیم ایش فراگ من میپرسم دو فراگس تو میپرسی ارزیس فراگ او میپرسد یا فراگن ما میپرسیم یا فراگ شما ها میپرسید زی فراگن آنها میپرسند اگه زی باعث بزرگ باشه زی فراگن شما میپرسید شما محترمانه فرشتن فهمیدن یا متوجه شدن این رو حذف میکنیم فرشته باقی مونه برای همه مینویسیم و بعد اون اندونگ های پسوند ها بهش اضافه میکنیم ایش فرشته من میفهمم دو فرشته است تو میفهمی اغزیلس فرشتت او میفهمد یا فرشتن ما میفهمیم یا فرشتت شما ها میفهمید زی فرشتن آنها میفهمند زی فرشتن باعث بزرگ شما میفهمید شما محترمانه بایش بیله مثال برای صرف افعال ایش کومه مورگن
ich komme morgen. من فردا میام. Ich komme, من میام. Komme, از مثال kommen هست که برای ich صرف شده شده ich komme morgen, فردا. Morgen با ایم کوچیک یعنی فردا. Du kommst wieder spät, warum? تو بازم دیر میای؟ Warum? چرا؟ Kommst از مصدر kommen هست که برای دو صرف شده شده Du kommst wieder یعنی دوباره spät یعنی دیر Du kommst wieder spät, تو بازم دیر میای؟ Warum? چرا؟ kommt immer pünktlich اون همیشه سر وقت میاد kommt و میاد kommt از مصدر kommen هست که برای صرف شده شده kommt immer همیشه pünktlich یعنی سر وقت به موقع اون همیشه سر وقت میاد و به موقع میاد. اون رگل مثل شوربن یا افعال بیقاعده. ما باید افعال بیقاعده رو حفظ بکنیم و فرمول خاصی ندارن. برای مثال فعل لزن به معنی خوندن. ایش لزه من میخونم. دو لیست تو میخونی. زی اس لیست او میخوند. وی ار لزن ما میخونیم. ای ار لست شما ها میخونید. زی لزن آنها میخونن، زی باعث بزرگ شما میخونید. فعل اسن به معنی خوردن. ایش اسن من میخورم. دو ایست تو میخوری. ارز یس ایست او میخورد. ویا اسن ما میخوریم. یا است شماها میخورید. زی اسن آنها میخورند. زی باعث بزرگ شما میخورید. فعل گبن به معنی دادن. ایش گبه من میدم. دو گیبس تو میدی. اغزیس گیبت او میدهد. ویا گبن ما میدهیم. یا گبت شماها میدهید. زی گبن آنها میدهند. زی گبن باعث بزرگ شما میدهید. مثال برای اون رکل مثل شوربن یا افعال بیقاعده. ادازی لیست این بوخ او یک کتاب میخواند. او مذکر زی او مؤنث یا فمینین لیست این بوخ لیست از مصدر لزن هست به معنی خوندن که برای ادازی یا سوم شخص مفرد صرف شده زی اس گیبت میا دی هفته او دفترچه ها را به من میدهد گیبت میا میدهد به من دی هفته دفترچه ها را در اینجا زی اس که سوم شخص مفرد هستند گیبت از مصدر گیبن برای اینها صرف شده. وان فرستو سو اغبایت وان چه زمانی فرستو میری تو سو اغبایت به سر کار؟ در اینجا فرست از مصدر فاغن هست که برای دو صرف شده شده دو فرست. فاغن یعنی حرکت کردن. اما نکته مهم دوستان گهن یعنی رفتن. فاغن هم یعنی رفتن. اما وقتی ما از فاغن استفاده میکنیم که با وسیله نقلیه بخوایم بریم مثل ماشین، موتور ورگیبت دیا دیادرسه ورگیبت چه کسی میدهد؟ دیا به تو دیادرسه آدرس رو چه کسی به تو آدرس میدهد؟ در اینجا گیبت از مصدر گیبن هست که برای سوم شخص مفرد صرف شده و در جواب دو قرار گرفته فاغن زی آخسون فلوک هافن آیا شما هم به فلوک هافن به فرودگاه میرید؟ Fahren Sie auf zum Flughafen? Gibst du mir bitte die Brille? Gibst du mir bitte die Brille? آیا لطفاً بریله عینکت رو به من میدی؟ در اینجا فعل ما گیبن هست که برای دو صرف شده و شده دو گیبس و چون که جمله ما سوالی هستش در جایگاه اول فعل قرار گرفته Gibst du mir bitte die Brille? پایان دومین درس آموزش فشرده زبان آلمانی حتما کانال یوتیوب رو سابسکرایب بکنید و هر سوالی که داشتید در کامنت ها بنویسید و من حتما به شما پاسخ خواهم داد. تا درس بعدی خدا نگهدار.